روز 55 در مدرسه گفتگو مزک چطوری مبین؟ مبین دیشب زیاد نخوابیدم مزک من هم تا دیر وقت بیدار بودم من تمام هفته امتحان داشتم مبین تو بعد از فارغ التحصیلی به شهرتان برمیگردی مزدک فکر کنم برگردم بعد از فارغ التحصیلی برمیگردم خانه و تلاش میکنم کار پیدا کنم مبین میدانی کجا میخواهی کار کنی؟ مزدک نه اما میخواهم یک مترجم فارسی بشوم مبین خوب است من هم دوست دارم مترجم بشوم اما فکر نمی کنم فارسی من به اندازه کافی خوب باشد مزدک نگران نباش فارسی تو بهتر از همکلاسی های من است مبین حالا کجا می خواهی بروی؟ مزدک می خواهم بروم کتابخانه فردا امتحان دارم مبین من هم می آیم دستور زبان احتمالاً احتمال دارد به احتمال زیاد احتمالاً او به مهمانی نرود به احتمال زیاد امروز او را ببینم احتمال دارد او مریض باشد احتمالاً من آنجا بمانم به احتمال زیاد زنده بماند احتمال دارد استاد نیاید ضرب المثل ریشش را در آسیاب سفید نکرده آزموده و با تجربه است ریگ در کفش داشتن هیلگر بودن قصد فریب داشتن زاغ سیاه کسی را چوب زدن در کار کسی دخالت کردن کسی را تعقیب کردن جمله های رایج او در مدرسه همیشه شاگرد اول است این نیم سال چه درس هایی گرفته ای؟ شعر درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد بنشان بکار به بار آورد
نتیجه دهد. برکن، بکن. بیشمار، زیاد. آرد، بیاورد. کلمه روز: باشکوه، باشکوه. معنی، مثال: ایرانیان در عید نوروز مراسم باشکوهی برگزار می کنند. در مدرسه: پرگار، کلاسور، مداد رنگی، مداد فشاری، چراغ مطالعه، دفتر، مداد شمعی، گونیا، گفتگو، آرش، سلام پوریا، امتحان شما چطور بود؟ پوریا: امتحانم را خوب دادم، نمره خوبی گرفتم. آرش: تبریک میگویم، من امتحانم را بد دادم، نزدیک بود رد بشوم. پوریا: اشکال ندارد، مهم این است که قبول شدی. آرش: بله، چون من خوب درس نمی خواندم. پوریا: می دانم، چون تو کار هم می کنی. اصطلاح روز: چو بد آید، هر چه آید بد شود. معنی: بد شانسی اگر بیاید، مرتب بد شانسی می آید. خواندن: محمود حسابی، معروف به پروفسور حسابی، فیزیکدان مشهور ایرانی بود. او در زمان حیات خود وزیر آموزش و پرورش بود. دکتر حسابی به موسیقی نیز تسلط داشت و ویولون و پیانو را به خوبی می نواخت. موفقیت‌های او در رشته‌های ورزشی نیز حائز اهمیت است. او در سن 90 سالگی در بیمارستانی در ژنو درگذشت و آرامگاه او در شهری در ایران به نام تفرش قرار دارد. کلمات جدید: فارغ التحصیلی، مترجم، به اندازه کافی، نجوم، آزموده، با تجربه، مقصود، زاغ، دخالت کردن، تعقیب کردن، مدرک،
شاگرد، شیمی، نیم سال، منظور، نهال، دشمنی، کاشتن، ادبیات، کندن، بدشانسی، مرتب، ریاضی، پروفسور، فیزیکدان، حیات، تسلط داشتن، ویولون، زیست شناسی، پیانو، نواختن، موفقیت، حائز، رشته.